آرش آرامش و اقدام و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما آقای آرامش ما به تاریخچه درس های اطلاعاتی و انتشار اونها در رسانه ها اشاره مختصری کردیم ولی انصافا هیچ جای دنیا به اندازه آمریکا نیستش که روزنامه نگاران اینقدر آزادانه اسناد دولتی رو منتشر میکنن چه هست در آمریکا که چنین آزادی عملی رو به مطبوعات و رسانه ها میده متمم اول قانون اساسی که مهمترین متمم هست از نظر بسیاری افراد حالا شما میخواید حقوقدان باشید یا روزنامه نگار باشید یا یک به قول معروف فعال اجتماعی باشید چیزی که ما در آمریکا نداریم ممیزی یا سانسور قبل از نشر هست حکومت یا دولت نمیتونه بیاد به شما بگه قبل از نشر فلان چیز رو به ما نشون بدید حتی اگر تحرکات ارتش رو در منطقه جنگی نشون بده نمونه بارزش کیسی بود که پرونده بود که به عنوان کاغذهای پنتگان یا پنتاگون پیپرز آقای دانیل الزبرگ یک کارمند قراردادی بود برای کمپانی به اسم رند رند ایشون دست به قول دستیابی داشت به بسیاری از منابع و اون مطالعات نظامی ایالات متحده در مورد جنگ ویتنام که از همون اوایل جنگ نشون میداد که جنگ ویتنام جنگ بردنی نیست این آقا آمد این اطلاعات رو به روزنامه واشنگتن پست درس کرد خب گفتن که شما نمیتونید حق انتشار این رو ندارید یکی از بزرگترین که پرونده های دیوان عالی کشور این بود حق جلوگیری از انتشار یا جلوگیری از بیان توسط حکومت وجود نداره اما دولت میتونه بعدا بیا چیکار بکنه بگه که بله کسی که اگر در ارتش بوده مثل آقای براد مننگ که الان شده چلسی مانینگ که هم قضیه ویکیلیکس هست یا آقای اسنودن که یک قرارداد کارگر کارمند قراردادی کمپانی بوز الان همیلتون بود هم برای سی‌آی کار کرد هم برای ان‌اس‌ای کار کرد اینها بعد از اینکه نشر بشه میتونن برن سراغ اون کسی که منبع نش بوده ولی خیلی به ندرت بوده و بوده ولی خیلی به ندرت بوده که روزنامه نگار برای درز و درج اطلاعات و نشر اون زندانی بشه به خاطر اینکه یک جامعه آزاد نیاز به یک مطبوعات آزاد داره اگر شما جلوی مطبوعات آزاد رو بگیرید هر چند که اون اطلاعات میتونه بسیار حساس سری و امنیتی باشه اون موقع خب باید یک اختیارات بسیار گسترده به دولت داد که بیاد قبل از انتشار ممیزی و با این رو در ایالات متحده نداریم پشت سر شما داریم تصویر آقای جولیان آسانج رو میبینیم مؤسس سایت ویکیلیکس نه شهروند آمریکاست نه از مقامات دولتی آمریکاست نه در ارتش بوده نه در CIA بوده ولی میدونیم دولت آمریکا دنبال استرداد او هست به آمریکا و واقعیت هم میدونیم به خاطر همین اسناد ویکیلیکس هست در این مورد چه میشه گفت خب ببینید همونطور که عرض کردم کسی که میآید به صورت غیرقانونی اون مطالب رو اخس میکنه و درج میکنه اون میتونه متهم واقع بشه ولی اون ژورنالیستی اون روزنامه‌نگاری اون سخنگوی خبری که این کار رو میکنه مسئول نیست همین مطالبی که آقای آسانج از طریق برادلی منینگ که الان شده چلسی منینگ دارد انتشار داد در ویکیلیکس و بعدم بسیاری از روزنامه‌ها اون رو نوشتن از های بریتانیا ولی در ایالات متحده نیویورک تایمز بوستون گلوب واشنگتن پست ال تایمز جورنالیست های اونها زندان نرفتند، اونها خبری بوده که برای اطلاع عمومی مهم بوده و اون هم کار خبرنگاری خود رو کردن ولی اگر شما در ارتش هستید اگر شما به صورت غیرقانونی دسترسی پیدا کرد به منابعی که طبقه بندی شده بودند اون شخص میتواند مورد طبعات حقوقی قرار بگیره ولی اگر آوردن و اون مطلب رو به شما دادن به عنوان یک روزنامه نگار و شما اون رو به عنوان یک مطلبی که برای عموم مطلب مهمی هست منتشر کردید یک روزنامه رو نمیتونن مورد اتاب قرار بدن در مابقی کشورها میدونم که شما بیشتر تمرکزتون روی ایالات متحده است ولی خب در کشورهای اروپایی به خصوص اینجا در بریتانیا هم درس های اطلاعاتی این چنین پیش میاد در نقاط دیگر دنیا چطور است چقدر روزنامه ها آزادن خب این سوال خودتون اول فرمودید که بنده خیلی مطلع نیستم در مورد روند قانونی در کشورهای دیگه ولی اون چیزی که متمم یک قانون اساسی در ایالات متحده به عنوان بزرگترین معیار آزادی بیان ایجاد میکنه خب ببینید گروه های هستن در همین اروپا که حضورشون یا انتشار افکارشون هر چند تنفر انگیز هر چند کننده ممنوعه ولی این حق رو دارن که در ایالات متحده این کار رو بکنن ببینید آزادی بیان موقعی که آزادی بیان و اون مطمئن یکم رو نوشتن برای حمایت و برای حفاظت از چاخت سلامتی معمولی من و شما نبوده برای دفاع بوده از مشمع کننده ترین افکار برای دفاع بوده از به قول معروف خطرناک ترین اطلاع رسانی و برای بوده که حکومت نه توییتر نه فیسبوک نه کمپانی خصوصی بلکه حکومت نه به شما بگه آقای فرزاد فردا میخواین در مورد فلان مطلب مطلب صحبت کنید تشریف دفتر ما و مطالب شما رو ببینیم و اگر انتشار کردید فردا میرید جای مثلا آب خنک میخورید این متضمن یک قانون اساسی است که از یک طرفی اجازه میده هم به راست افراطی هم به چپ افراطی هم به حرفه ای های بزینس روزنامه نگاری که بتونن اخبار رو منتشر بکنن و به نظر من خیلی خیلی این وزنه به قول معروف منفعتش به بدیهاش میار... میچربه ممنونم از شما آرش آرامش کارشناس امنیت ملی و حقوقدان اینجا در استودیو با ما